اقدام حمایت ها از اعتصاب قضای اعتراضی زندانیان سیاسی بیش از 20 تن از جوانان و دانشجویان استان گلستان به روزداران سیاسی پیوستند. همچنین آنها با برگزاری برنامه های افطاری در منازل شخصی خود اقدام به دعاخوانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی کردند. طی روزهای اخیر در همین رابطه جمعی از فعالان سیاسی تبریز هم از 3 روز روزه سیاسی خود خبر داده بودند. و در ادامه، نامه سرگشاده بیش از 100 روزنامه‌نگار داخل کشور، تحریم 3 مقام ارشد سپاه پاسداران به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات سوریه، ممانعت چین و روسیه از انتشار گزارش شورای امنیت در مورد جمهوری اسلامی، دادستان مشهد گفت اعدام‌ها بزرگ نمایی شده است و بازداشت گروهی از اعضای حزب پانیرانیسم در خوزستان. نامه سرگشاده بیش از 100 روزنامه‌نگار داخل کشور، مسئولان مطالبات را پاسخ دهند. گروهی از روزنامه‌نگاران داخل کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعتصاب کنندگان در اوین و رجای شهر، ضمن تاکید بر رسیدگی مطالبات آنان، خواستار پایان اعتصاب قضای 19 زندانی سیاسی شدند. آنان در این بیانیه با اشاره به بازتاب گسترده اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در میان اقشار مختلف جامعه از آنان خواستند برای جلوگیری از تداوم تأثیرات منفی این اقدام بر سلامتیشان به اعتصاب قضای خود پایان دهند. روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه همچنین از مسئولان مربوطه اعم از رئیس دستگاه قضایی، نمایندگان، رئیس مجلس و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند با تلاش برای بررسی علل مرگ حال صحابی و هدی صابر که منجر به شکل‌گیری این اعتصاب‌ها شده است از تکرار چنین اتفاقات دردناکی جلوگیری کنند. این بیانیه که به امضای مشخص بیش از 100 روزنامه‌نگار فعال در رسانه‌های داخل ایران رسیده است. 3 مقام ارشد سپاه پاسداران به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات سوریه مشمول تحریم شدند. در ادامه هشدارهای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نسبت به دخالت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم سوریه، اتحادیه اروپا 3 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را به دلیل تأمین تجهیزات و پشتیبانی از رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات مردم این کشور مشمول تحریم قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه، به عنوان نظامیان ایرانی مشمول تحریم نام برده شده است. علاوه بر این 3 نظامی ایرانی، 1 شرکت ساختمانی، 1 مؤسسه سرمایه‌گذاری و 2 شرکت دیگر سوری نیز به اتهام کمک مالی به سرکوب مردم سوریه به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه افزوده شدند. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که سپاه قدس که شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را در دست دارد، دست کم از نیمه آوریل تا کنون نقش کلیدی در سرکوب معترضان سوری داشته است. چین و روسیه مانع انتشار گزارش شورای امنیت در مورد جمهوری اسلامی شدند، در حالی که 3 کشور ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا قصد داشتند گزارشی از نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی در ارسال سلاح و مداخله در سرکوب معترضان در سوریه و نقض تحریم‌های اتمی را در شورای امنیت سازمان ملل منتشر کنند، این اقدام با مخالفت 2 متحد ایران یعنی چین و روسیه روبرو شد و 2 کشور مذکور به این بهانه که هنوز جای اطلاعاتی قابل اعتماد خالی است با انتشار این گزارش مخالفت کردند. گرچه خبر مخالفت مسکو و پکن با انتشار گزارشی علیه فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی
در روز پنج شنبه یعنی دوم تیر ماه منتشر شد، اما پیشتر نیست تعدادی از دیپلمات‌های غربی پرده از تلاش‌های روسیه در این زمینه برداشته بودند. به گفته خبرگزاری رویترز، دولت چین پیشتر نیز در مورد دو کشور سودان و کره شمالی جلوی انتشار گزارش‌های مشابهی از نقض تحریم این کشورها را گرفته بود. دادستانی مشهد ادعا کرد رسانه‌ها در مورد اعدام‌های زندان وکیل‌آباد مشهد بزرگ نمایی کردند. با گذشت چند ماه از انتشار گزارش‌های پیرامون اعدام زندانیان در زندان وکیل‌آباد مشهد، دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادعا کرد رسانه‌های بیگانه در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد بزرگ نمایی می‌کنند. به گزارش ایسنا، محمود زوقی بدون اشاره به اعدام‌های بدون ضابطه و دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد مدعی شد روی این موضوع سایت‌های بیگانه و ضد انقلاب خیلی مانور می‌دهند، در حالی که باید به این نکته توجه داشت که با توجه به همسایگی خراسان رضوی و شهر مشهد با کشور افغانستان، این استان محل ورود مواد مخدر به کشور است. دادستانی مشهد همچنین در مورد وضعیت پوشش بدحجابی در این کشور و در شهر مشهد عنوان کرد عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مشهود است و نیروی انتظامی باید ورود پیدا کند و ما به عنوان دستگاه قضایی تابع نیروی انتظامی نیستیم که آیا طرحی را اجرا می کند یا خیر. گروهی از اعضای حزب پانیرانیسم در خوزستان بازداشت شدند. در پی تهدید تلفنی اعضای جوانان حزب پانیرانیسم، 7 تن از آنها در یورش ماموران مسلح وزارت اطلاعات و امنیتی بازداشت شدند. بنا به گزارش منابع حقوق بشری، روز چهارشنبه 1 تیر ماه زاهد خلفی، مسئول تشکیلات حزب مذکور در ماهشهر و سربندر، و اوژن اکبری از اعضای حزب در اهواز به وسیله تماس تلفنی شدیداً تهدید شدند که از برگزاری نشست‌های سازمان جوانان در احزاب خودداری کنند و در غیر این صورت با وارد شدن به محل جلسه اقدام به بازداشت همه حاضرین خواهند کرد. متعاقب این تهدید، روز جمعه جلسه ماهانه با حضور حجت کلاشی مسئول سازمان جوانان برگزار شد که علارغم پایان یافتن آن تا کنون خبری از هیچ کدام از شرکت کنندگان از جمله حجت کلاشی، اوژن اکبری، میلاد دهقانی، فرهاد باغبانی، زاهد خلفی، امین کریمی و 3 تن دیگر از حاضرین در جلسه در دست نیست. یک منبع مطلع گفته است که حداقل 9 نفر در این جلسه بازداشت و به محل‌های نامعلومی منتقل شدند. در حال حاضر تعدادی از اعضای این حزب در زندان اوین تهران در حبسند. اتحادیه اروپا 3 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را به دلیل تأمین تجهیزات و پشتیبانی از رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات مردم این کشور مشمول تحریم قرار داده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه فرماندهانی هستند که در همین ارتباط مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. برای بررسی بیشتر این موضوع مصاحبه ای انجام داده ایم با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که میشنوید. آقای دکتر عمادی، قرار دادن اسم 3 فرمانده نظامی ارشد ایران در لیست تحریم های اتحادیه اروپا بر چه مبنایی صورت گرفته؟ یعنی بر اساس چه شواهدی اتحادیه اروپا این 3 نفر رو در سرکوب مردم سوریه دخیل دونسته؟ این مبنای گزارش های مستقیمی بود که چه مقدار پرسنل و ابزار ارتباطات امنیتی مثل سیستم های نرم افزار و بیسیم ها از طرف ایران به مقامات و نیروهای امنیتی سوریه داده شده و از چه واحد های اینها اومده و فرماندهی این واحد ها چه کسانی بودند و در چارچوب این خود این افزار چه رفت آمدی به سوریه در زمانهای اخیر داشتن و یک تصویری که اینها پیش همدیگه گذاشته شد این 3 نفر در ضعف این ارتباطات شناخته شدند. حکومت سوریه به خاطر اینکه سالها در وضعیت آماده باش جنگی بوده، خودش دارای یکی از بزرگترین و مجهزترین نیروهای مسلح منطقه است. چرا باید چنین رژیمی برای سرکوب تظاهرات مردمش به حمایت نظامی و امنیتی ایران احتیاج داشته باشه؟ برای اینکه در هفته های اخیر میزان و گسترش نارضایتی ها و تظاهرات مردم سوریه
که خواهان آزادی و آزادسازی جامعهشون بودند، به حدی رسید که نیروهای امنیتی سوریه یک مقدار دچار اشکال شدند و وقتی که حکومت آقای اسد از نیروهای ارتشی استفاده کرد، متوجه شد که این نیروها آموزش‌های لازم رو برای سرکوبی سریع و گسترده که این تظاهرات به نقاط دیگه شهرها سرایت نکنه نبود. دلیل اول بود. دلیل دوم بود که حکومت ایران نشون داده که یک مقدار قابل توجهی از مدیریت و سرکوبی که در داخل ایران میکنه، اتفاقاتی که بعد از بازداشت افراد در مدت بازداشت اونها صورت میگیره و مقامات سپاه و واحدهایی که از سپاه به سوریه رفتن در این چارچوب بسیار بسیار نقش ساز بودن، که به خصوص در چارچوب رفتاری که با پسرها و مردها جوان میشه، که دیگه من اینو وارد جزئیات نمیشه که چه اتفاقاتی در بازداشتگاه های سپاه افتاد برای پسران جوان ما. ما الان گزارش هایی که از کسانی که در مرز سوریه و ترکیه هستن، بسیار تلاش میکنن که از سوریه به ترکیه وارد بشن، در مصاحبه هایی که در گزارش های مستقیمی که میدن که در زمان بازداشت چه کسانی در اونجا بودن، یعنی کسانی که عربی حرف نمیزدن یا وقتی که عربی حرف میزدن بسیار عربیشون ابتدایی بود و با لهجه غیر عرب. حکومت سوریه از این تجربه بسیار بسیار تخریبی که مقامات سپاه در دو سال اخیر توسعه داده بودن در رفتارشون با شهروندان ایرانی استفاده کرد. ما در حقیقت یک نشانه های از کپی کردن رفتار سپاه در ایران در سوریه میبینیم و یکی از مسائلی که الان در اتحادیه اروپا بسیار مطرح شده اینه که مقامات سپاه اینها در فعالیت های سرکوبگرانه شرکت کردن که بسیار شبیه به رفتارهایی بوده که ما در اینها رو در یوگسلاوی از طرف سرب دیدیم و در مناطق دیگه در چشنیا دیدیم اینها رو از طرف نیروهای روسی، و اینها جنایت بر علیه بشریت زمینه حقوقی داره. الان تیمی در حال بررسی اینه که این پرونده رو آماده بکنه که این شکنجه هایی که داده شده اگر اینها به صورت حقوقی قابل پیوند دادن به مقامات و نیروهای سپاه ایران باشه، فرماندهین اینها قابل تعقیب حقوقی هستن و این مسئله نیست که اینها اروپا نمیاد، اینها به هر جای دنیا که سفر کنن این دادگاه میتونه خواهان توقیف و باز پس دادن اینها به مقامات حقوقی این دادگاه باشه، که این در مورد یوگسلاوی و در مورد رودزیا به صورت مستقیم و بسیار مؤثر صورت گرفت. در مورد شیلی ما دیدیم که آقای پینوشه وقتی از شیلی خارج شد مجبور شدن که سفرشون رو نیمه تمام بزنن، برگشت به شیلی. در نتیجه اینها بسیار بسیار جدی در حال حاضر داره مدیریت میشه و این که ما این توی لیست گذاشتن رو با تحریم‌های سابق مقایسه کنیم، به نظر من یک مقدار خط اصلی از دست میگیم که اصلا نوع رودررویی بسیار عوض شده و این وقایع سوریه نشون داد که سپاه پاسداران رفتاری که با مردم ایران میکرد یک مدیریت بسیار برنامه‌ریزی شده بود که این کپی اینو ما در سوریه دیدیم. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسانه ما رو همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگهدارتون.